که چی میخوایم از دل این مارکتینگ، دنیای مارکتینگ که داریم انجام میدیم، چه هدفهایی داریم و چی رو میخوایم بکشیم بیرون بالا، به هر روشی که این اهداف رو تعریف کردیم. قدم بعدی با توجه به اینکه الان هدفمون میدونیم چیه و با توجه به اینکه مارکت ریسرچ مرتب منظمی انجام شده و که آنالایزی در اختیارمونه، الان وقتشه که بریم ببینیم که ما تنظیم بکنیم که میخوایم مخاطبمون کی باشه. توی آنلاین مارکتینگ این جذابیت بزرگ رو افتیم داره که ما میتونیم هر بار به جایی که یک کمپین سوار کنیم، میتونیم ده ها کمپین مختلف رو طراحی کنیم که هر کمپین یک تارگت مارکت رو نشونه بده، یعنی هدفش یه تارگت مارکتی باشه. چه تارگت مارکت رو همچنین قبلا همیشه حرفش زدیم، گفتیم که شامل جنسیت میشه، شامل اینکام میشه، شامل جغرافیا میشه، شامل زبان میشه، شامل همه چیزهای مختلفی رو که آخرش به مخاطب ربط پیدا میکنه میشه. اینکه زن و مرده، اینکه چند سالشه، اینکه کجا زندگی میکنه، اینکه به چه زبانی حرف میزنه، اینکه تحصیلاتش چیه، اینکه چقدر درآمد داره، اینکه خدمتتون عرض شود که حتی تعیین کردن حالا بسته بیزینس که داره در چه لول شغلی قرار داره و چیزهای شبیه به این، هی تارگت کردن، یعنی هی نشونه رفتن، جمع کردن، این توی آنلاین مارکتینگ شدنیه. و اونی که داریم ما پلن و ساختار آنلاین مارکتینگ رو تنظیم میکنیم که از دلش بخوام یه بیزینس، یه مارکتینگ پلن آنلاین بنویسیم، در از که چطوری توی مارکتینگ پلن یا بخشی از کل مارکتینگ پلنمونه یا اینکه کلش این همین آنلاین مارکتینگمونه، داریم یه مارکتینگ، آنلاین مارکتینگ پلن که می‌نویسیم، توش رسیدیم به این نقطه که ما تارگت مارکت بسته به سرویس ها و پروداکت هایی که داریم یا اون چیزی که در نهایت می‌خوایم بفروشیم به مشتری هامون، ما می‌دونیم به کی می‌فروشیم. مشخصه دیگه، ما اگر وقتی این بیزینس رو راه انداختیم، شغلمون رو راه انداختیم، پس ما می‌دونیم این خریدارامون کیان. با توجه به اینکه میدونید خریداراتون کی هستن، هرچی خریدارهای شما گسترده تر باشه، این چیزی که الان میخوام بگم بیشتر باید توش رعایت کنید، حالا هرچی محدودتر، یعنی خیلی مشخص تر باشه که کیا هستن، باز همین قانون رعایت میکنید، ولی به هر حال خود ساده تر هم میشه. البته اونم این که میاید اینا رو تبدیل میکنید به، تا جایی که ممکنه تبدیل میکنید به افکتیو تر، یعنی اینکه شما هی بیایید تعریف بکنید، ببینید که نگو که من همه شمال شهر تهران مثلا همه‌شون اینا مشتری من هست. خب شمال شهر تهران همه مشتری شما هستن، بحثی توش نیست، اما آیا اگه یه خورده بیشتر دقت بکنی، یه خورده بیشتر روش کار بکنی، در این شمال شهر تهران همه کسایی که زندگی میکنن مشتری شما، یا اینکه نه اونایی که خانم‌هایی که مثلا در شمال شهر تهران زندگی میکنن، به همین سادگی یه دفعه یهو جمعیت این نصف شد، جمعیت که میخوای شما تارگت بکنی نصف شد. دوباره میایم یکی از بین این خانم ها، نه من واقعیتش این است که کسانی که از 35-40 به بالا هستن مشتری این کاری هستن که من میخوام بکنم. به همین سادگی دوباره شما رسیدی تقریبا به 1/4. هر چی شما داری اینو کمتر میکنی، هزینه کاری که میخوای بکنی رو کمتر میکنی، افکتیو ترش میکنی، بسیار افکتیو ترش میکنی، مثلا قابل قیاس نیست با اون قسمت اولی که اصطلاحا هم ما داریم یک قیف درست میکنیم. ما با این قیف داریم هی از اون بالای قیف شروع کردیم، داریم هی اینا رو افکتیو تر میکنیم که حالا به بحثش میرسیم. پس ما میایم تعریف میکنیم یه دونه تارگت مارکت برای خودمون. حالا اگر هنوز برگردیم به اون حرفی که میزدیم که نه من هنوز که هنوزه فکر میکنم که کل شمال شهر تهران میخوام، اوکی اشکال نداره، شما بیا با توجه به اینکه داری یه همچین امکانی رو در اختیارت داری و میبینی که آنلاین مارکتینگ به تو چقدر فلکسیبیلیتی داده، چقدر راحت ابزارهای متعددی در اختیارت گذاشته که شما میتونی هی کمپین های متنوع تعریف بکنی، در هر کمپین مارکتی رو روش دست بذاری، خب بیا کاری کن، بیا یکی از ما
کمپین هایی که تعریف میکنی کل شمال شهر رو برو، کمپین دومی که داری تعریف میکنی بیا خانماشونشون رو برو فقط، کمپین سومی که تعریف میکنی بیا خانم های بالای 35-40 سال به بالا که اینقدر فکر میکنی که مارکت هستن رو بیشتر فوکس کن. دوباره تو هم گروه اون خانم ها میبینی که من بعد کسانی رو میخوام برام مهمن که اینا یه تحصیل دانشگاهی داشته باشن به خاطر نوع پروداکتی که دارم، سرویسی که دارم، به هر دلیل باید یه درجه یا تحصیل دانشگاهی داشته باشن. میبینی که کمپین بعدی تبدیل شد به از بین همون یک چهارم که 25% بود یافته شد 5% از 100% اولیه که روش فکر کرده بودی یا 10% از اون مارکت اولیه 100% که فکر کردی، این میشه کمپین بعدی شما. کسی که میاد این کمپین ها رو تعریف میکنه به این شکل کلام به شما گفتم، قطعا باید فکرش این بوده باشه که یعنی هم از نظر باجتینگ ارزش خوب بوده باشه و همین که داره این کارو میکنه که از دل اون گروه اون سه تا کمپین دیگه که گذاشته میخواد هی کمک کنه تو اون کمپین آخریه که انقدر قشنگ دقیقاً مشتریاشون هستن، داره تلاش میکنه اون شیره اونا رو بکشه و بیاره تو این گروه آخری قرارش بده تا جایی که ممکنه. وگرنه غیر از این اگه باشه اصلا هیچ توجیهی نداره. این از جذابیت های بزرگ آنلاین مارکتینگه که شما میتونید تارگت مارکت رو نشونه برید. پس بنابراین زمانی که داری از این قابلیت خیلی عظیم و عالی این میخوای استفاده کنی، توجیه نداره که اول از این قابلیت استفاده نکنی، دوم که این قابلیت رو بخوای غلط استفاده کنی، یعنی که بیای و شروع کنی مثلا خیلی کلیتر عمل بکنی اینها، مگر اینکه به خاطر وجود باجت و به خاطر این استراتژی که من هر آن کسی که تو این جغرافیا هستن از تارگت مارکت های من سعی کنم بکشم بیرون که بفرستم تو مرحله بعدی، مرحله بعدی و کمپین ها و اینا رو هی جذب خودم بکنم و نگهشون دارم. پس ما تارگت مارکت رو چیکار کردیم؟ تونستیم تا جایی که میشه رسوندیم به اون نیازی که داریم. حالا به خاطر جذابیت های آنلاین مارکتینگ که هم میشه تارگت رو تعریف کرد و همین که به تو اجازه میده کمپین های متعدد تعریف بکنی، کمپین های از کوچولو تا بزرگ و مارکت تو نشونه بری، باش میایم تعدد، میریم تو مرحله بعدی که تعریف کردن کمپین ها. پس ما وقتی که تارگت مارکت هامون رو شناسایی کردیم بر اساس بیزینس پلنی که داریم، بر اساس پروداکت هایی که و سرویس هایی که داریم میدیم، میدونیم تارگت مارکت هامون چیه و با توجه به این که الان داریم تو بخش آنلاین مارکتینگ فکر میکنیم، بحث امروز فقط آنلاین مارکتینگ، تو این بخشی از مارکتینگ پلن رو داریم فکر میکنیم، میایم تو این بخش بیشتر فوکس میکنیم رو چی؟ رو اینکه هر چی بیشتر این تارگت مارکتینگمون رو هی برسونیم به یه اکثری که دقیقا همونه، مگر اینکه گفتیم میخوایم شیرهش رو بکشیم، میریم توی لول بعد. توی لول بعد میایم یه استراتژی تعریف میکنیم از ابزارهایی که میخوایم استفاده کنیم، چنل استراتژی، یعنی که آقا ما تو چه چنل هایی میخوایم بریم وارد بشیم، وارد این قصه بشیم. اینجاست که اول از همه پای این میاد وسط که اون کمپین هایی که گفتم، یعنی تارگت مارکت رو میایم نگاه میکنیم ما چه تارگت هایی تعریف کردیم برای خودمون و بر اساس اون تارگت مارکت و مخاطبینی که برای خودمون تعریف کردیم نگاه میکنیم چه روش های تبلیغاتی در آنلاین مارکتینگ وجود داره که بیشترین جذب رو، بیشترین نشونه رفتن مخاطبین رو بهمون بده. یه قانون اصلی وجود داره که خیلی شدنیه در آنلاین مارکتینگ، اونم این است که شما همه این کارا رو بکنید که بتونید انگیجمنت ایجاد بکنید برای اون مخاطبین. انگیجمنت، این انگیجمنت رو که بخواید بتونید ایجاد بکنید، شما انگیجمنت رو در دنیای فیزیکال مارکتینگ خیلی برات پیچیده و سخت و گرونه. شما وقتی اون بیلبورد رو انجام میدی، داری میذاری، داری تبلیغ رو اتوبوس میذاری، تبلیغ رو تلویزیون میذاری، این که این انگیجمنت اتفاق بیفته کار حضرت فیله و بسیار گرونه. اما در آنلاین
شما با اون حد اقلای کاستی که داری این انگیجمنت رو برات هم پاسیبل میکنه، هم ارزون میکنه، هم قدرتمندش میکنه، صفت شدنیش میکنه. پس سعی میکنیم بر اساس اهدافی که تعریف کردیم، ما این مجموعه اهداف تعریف کردیم و بر اساس تارگت مارکت هایی که تعریف کردیم میایم فکر میکنیم که با توجه به این تارگت مارکت ها و با توجه به هدف هایی که داریم کدوم ابزارها بر ما مناسبن. میخوام بریم از سوشال میدیا استفاده کنیم، کدومی که از سوشال میدیا برام خوبن. میخوام بریم گوگل استفاده کنیم، میخوام بریم دست بزنیم رو دنیای SEO رو روش مانو بدیم، دست بزنیم رو ایمیل مارکتینگ، دست بزنیم رو هر بخشی که میخوام دست بزنیم. میایم در نظر میگیریم، پس یعنی به این نقطه که رسیدیم اونها رو دیدیم، یادتون باشه برگردیم بالاتر توی مارکت ریسرچمون دیدیم دیگران هم دارن چی کار میکنن، یعنی ما آردی تو اون تاپ لیستمون دیدیم که چه ابزارهایی رو دیگران استفاده کردن، بعد اومدیم پایین تر اونجا نگرش داشتیم و چیزی که الان پاپولار هست و مصرف داره و جواب گرفته شده میایم پایین تر تو کارمون اومدیم گول هامون رو تعریف کردیم. حالا گول هامون رو میدونیم چیه، تارگت مارکت رو میدونیم چیه، تاپ 5 تاپ هر چیز اونایی که از همه محبوب تر بوده، ابزارهای محبوب تری که دیگران استفاده کردن در جریانیم. وقتی اینها رو میدونیم از دل اینها، از دل اون تاپ ها ممکنه همه اون تاپ هایی رو که انتخاب کردیم در مارکت ریسرچمون که ابزارهایی که دیگران استفاده میکنن ممکنه همه‌شو دوست داشته باشی برای کار، یعنی اپلای کنه بخوره به کاری که شما میکنی استفاده کنی، ممکنه که نه دو سه تاش فقط به درد شما بخوره، و یا اینکه اونها همه‌شو استفاده کنی و چند تا چیز دیگر رو هم که خودت مد نظرت بوده و تو اون مارکت ریسرچش به مارکت ریسرچ بهش رسیدی بذاری کنارش و بشه چندین ابزار. همه این ابزارها رو میاد میشه جزء اون چنل استراتژی شما که در از چه به چه شکل و شمایلی ببری کارتو جلو، یعنی میشه اون چنل کاریت که شما چه کجاها میخوای کارتو آنلاین انجام بدی تبلیغ کنی. اینجا میرسیم به نقطه بعدی که باجتینگ ماست. رسیدیم به باجتینگ و قبل از اینکه به این تصمیمونو بگیریم که یادتون باشه اینجا یکی از اصلی ترین تصمیمایی که داریم میگیریم این است که تو این چنل هایی که انتخاب میشه که از دل اون قسمت های بالا اومده، یعنی مارکت ریسرچمون ما از دلش تاپ لیستی در آوردیم که چه ابزارهای خوبه، بعد اومده بودیم اهداف رو تعریف کردیم، بعد اومدیم مخاطب رو تارگت مارکتمون رو تعریف کردیم که چیان، حالا که میایم اینجا این کانال های مورد نظر تبلیغاتی اون مسیر تبلیغاتی رو تعیین بکنیم میخوایم چیکار کنیم، گفتیم اونی رو که از همه افکتیو تر در انگیجمنت ایجاد کردن میشه در رأس کارمون، به خاطر اینکه ما این از جذابیت بزرگ این داریم استفاده میکنیم که این آدم ها رو شناسایی کنیم، مخاطبمون رو وصل کنیم به خودمون، بتونیم همیشه باهاش در ارتباط باشیم. یعنی انگیجمنت جذابیت پشتش این است که شما اطلاعات این مخاطبین دیگه در اختیار شما قرار گرفت و شما ارتباط برقرار کردن با مشتری برات ارزون تر میشه، هرچی بیشتر اینا به شما ارتباط برقرار میکنن هم ارتباط گرفتن با اونو برای شما ارزون تر میشه، هم افکتیو تر میشه، یعنی پول تر میشه برای شما. وقتی این اتفاق میفته شما دیگه هرچی که برای اون آدمی که به شما انگیجمنت، مخاطبی که به شما انگیجمنت برقرار کرده، هر چی براش خرج کنی میارزه، چون ارزون شده دیگه برای دیگه اون هزینه هایی که داشتی میخوای هزینه هایی که میکردی برای اینکه برسه به گوشه این مخاطبین، الان این مخاطب اینجا دست توه، پس من برای اون هزینه ها رو دیگه نداری برای جذبش. حالا که اون هزینه ها رو نداری، اون هزینه ها رو میای برای خود این آدم خرج میکنی و به همون نسبت که برای خرج میکنی به همون نسبت داری بیشتر ازش جواب میگیری. حالا با توجه به این نگاه میکنی به وضعیت باجتینگت، نگاه میکنی چقدر پول داری و مجموعه اون بودجه رو که داری میای میذاری روبروی این لیستی که درست کردیم. اون اولش تو مارکت ریسرچ اومدیم یه لیستی از ابزارها درست کردیم و اینکه دیگران چیکار کردن و ما به خاطر اون لیست اومدیم برای خودمون، یعنی بر اساس اون لیست اومدیم برای خودمون فکر کنیم ما میخوایم چیکار بکنیم، گولامون چی میتونه باشه. وقتی گولامون رو تعریف کردیم مخاطبمون رو میدونستیم، حالا اومدیم یه خورده شکل دادیم بهش،
اومدیم گفتیم خیلی خوب، حالا هی داریم جدول رو درست بلند بزرگترش میکنیم. تو این جدول دستنویسایی که داریم انجام میدیم رسیدیم الان به مخاطب رو معلوم کردیم دیگران چیکار کردن، ابزارها چیکار میخوان بکنیم. حالا میایم پولی که موجود داریم یا حجمی که میخوایم هزینه بکنیم و میچینیم تو این جدول. با توجه به اون ابزار مثلا ایمیل مارکتینگ که داره تو مارکت اتفاق میفته و چنین بازخوردی از دلش میاد بیرون، ما نگاه کنیم خب میایم از پولی که موجود داریم اینقدرشو میذاریم برای ایمیل مارکتینگ، اینقدرشو میذاریم برای سوشال میدیا ادورتایز و اینقدرشو میذاریم برای گوگل مارکتینگ. الان گوگل مپ هم خوب شده، اینقدر میذاریم برای گوگل مپ که روی گوگل مپ تبلیغ بکنیم. هنوز یه خورده باجت داریم که مثلا الان یه دایرکتری توی محلمون هست که یه لوکال سرچی هست تو محلمون خیلی باب، قبل اینکه هر کس پرک کاری کنه میره یه نگاهم تو اون میکنه، یه لوکیج محلمونه، دایرکتری محلمونه، شهرمونه، تو اونم یه دونه بخشی از بودجهمون میذاریم تو. پس اینا رو تو اون لیست تاپ، اون لیست ابزارها که توی آنالیز به دست آوردیم و بر اساس اهداف اون اینها همه اینا تو اون جدول اومده. آخر اون جدول ما اون موجودی پولمون رو میندازیم توش قرار میدیم، یعنی نگاه میکنیم آقا ما پولمون کجا میتونیم روی این چقدر بدیم به این چقدر بدیم، همینجوری هی شروع میکنیم پولمون رو تقسیم کردن در حجم پولی که موجود داریم و بین این ابزارها. زمانی که داریم باجتینگ رو پخش میکنیم، پول رو داریم پخش میکنیم، اینجا یه مرحله بسیار سختی پیش میاد برای کسایی که لو باجت و با پولای کم هستن. اونم این است که انتخاب رو برای شما سخت میکنه، یعنی اینکه شما الان نگاه میکنید تو تاپ، اون تو مارکت ریسرچ که کردی نگاه میکنید مثلا 6 تا 5 تا ابزار رو جدا کردی که دیگه روتین دارن بازار همه از این استفاده میکنن. اومدی پایین تر یه سری اهدافی رو داری برای کارت که میخوای به این هدف ها برسی و اومدی